ناتاشا روزرخ از وقتی که یادش میاد گیتار به دست بوده. عشق او به موسیقی و احساسش در مخالفت با قدرت حاکم او رو وارد صحنه موسیقی پانک در لس آنجلس کرد. جمعی از جوانها که به شرایط موجود اجتماعی و خانوادگی اعتراض دارند. وقتی برای بار اول با مادرش به ایران رفت، با دشواری‌های متفاوت آشنا شد. She was going. I said I wanted to go with her. I was 19 or 20 at the time. مادرم داشت میرفت ایران. منم خواستم باهاش برم. 19 یا 20 سالم بود. دیدن زندگی مردم و مشکلاتی که زنها باهاش روبرو هستن تجربه تلخی برام بود. حتی یه بار به خاطر پوشیدن لباس تنگ دستگیر شدم. خیلی ترسیدم. تازه فهمیدم چقدر خوشبختم که تو آمریکا اینقدر آزاد زندگی میکنم. اون سفر تأثیر زیادی در زندگیم داشت. تابستان 2 سال بعد ناتاشا در مادرید کنسرت داشت. همون موقع بود که اعتراض‌های بعد از انتخابات ایران شروع شد و او حس کرد وقتشه که کاری بکنه. I wrote a song mostly about how the government tries to brainwash. یه ترانه نوشتم درباره اینکه چطور دولت ایران داره جوان‌ها رو شستشوی مغزی میده تا اسلام رو توی ذهنشون فرو کنه. مردم باید کاملا در انتخاب عقیده‌شون آزاد باشن. به موزیکی که دوست دارن گوش بدن، جوری که میخوان لباس بپوشن، ولی در ایران همچین حقی رو ندارن. پیام ترانم این بود. این سرنوشت شماست و باید دست خودتون باشه. ایرانی‌ها توی اون دوره همین کار رو کردن. خیلی احساس غرور کردم. ناتاشا به پیام خودش عمل میکنه. بعد از سالها کار با گروه‌های دیگه، تازگی ها تصمیم گرفته خودش تنهایی کار کنه. از خوندن ترانه‌های دیگران خسته شده بود. حالا در استودیو داره اولین آلبومش رو ضبط میکنه که ترکیبی از سبک‌های پانک، رگه و جاز. اسم گروه تک نفرش رو نار گذاشته که سه حرف اول اسم و فامیلشه و مخفف نارسیسیزمه که اسم اولین آلبومشه. Narcissism isn't so much about being obsessed with oneself. تعریف معمول نارسیسیسم خودشیفتگیه، ولی آلبوم من در این باره نیست. بیشتر در مورد دوست داشتن خودمون، چون بالاخره ما آخرش با خودمون تنها میشیم و باید یاد بگیریم چطور خودمون رو دوست داشته باشیم تا بتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم. این بخش بزرگی از چیزیه که من ازش دفاع میکنم. اما ناتاشا در کنار کار روی آلبومش و اجرای موسیقی، روی پروژه های دیگه هم کار میکنه. میگه برای رسیدن به جایی که میخواد باید همزمان توی چند زمینه فعال باشه. در کنار تیشرت های نار که تولید میکنه، یک پروژه سینمایی هم داره. ناتاشا خودش رو یک فعال میدونه و میخواد وضعیت موسیقی پانک لس آنجلس رو که در تلاش برای بقاست برای دیگران روشن کنه. Especially being brought up in LA, usually your parents have high expectations for you. طبقه به پدر و مادرها از ما خیلی زیاده، به خصوص اگه در لس آنجلس باشه. انتظار دارم بچه‌شون یا وکیل بشه یا دکتر، مدرسه رو تموم کنه و موفق بشه. همین خیلی به بچه‌ها فشار میاره. خیلی هم از روی لجبازی و برای تن ندادن به این خواسته ها میرن سراغ علاقی، مواد مخدر یا حامله میشن. برای همین ما خواستیم نشون بدیم بزرگ شدن در لس آنجلس برای بچه‌ها چه تجربه‌ایه. ازش پرسیدم که پدر و مادرش حمایتش می‌کنن یا نه. They've always supported me musically. همیشه توی کار موسیقی ازم حمایت کردن. هنوز هم دوست دارن وکیل یا دکتر بشن. ولی میدونن که همچین اتفاقی نمی‌افته، چون موسیقی برام از همه چیز مهم‌تره. منو توی کاری که می‌کنم حمایت می‌کنن. ولی فکر نمی‌کنم درک کنن که من با موسیقی پانک و مبارزه با زور و فشار چه هدفی رو دنبال می‌کنم. آرزوی ناتاشا اینه که به عنوان یک موزیسین جدی گرفته بشه. شهرت و ثروت براش اهمیت کمتری داره. میگه مهم اینه که آدم خواسته قلبیش رو دنبال کنه، برای چیزی که بهش اعتقاد داره بجنگه و همیشه خودش رو دوست داشته باشه. کاری که ناتاشا همین حالا داره میکنه. طلا هادوی، صدای آمریکا، لس آنجلس.